درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. در انجیل متا باب 7 آیه 6 چنین می‌خوانیم: آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. و همچنین در انجیل متا باب 10 آیه 14، انجیل لوقا باب 9 آیه 5 و اعمال رسولان باب 13 آیه 51 چنین نوشته شده است: اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه میگویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک میکنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. و همچنین در انجیل متی باب 13 آیه 58 میخوانیم که عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. در آیات بالا برای ما روشن می شود که کلام خداوند را به چه کسانی برسانیم و چگونه بشارت دهیم، و به طور ساده می بینیم که مرز و نحوه رساندن کلام و بشارت خبر خوش به دیگران به چه صورت است. در انجیل متی باب 7 آیه 6 خداوند مستقیماً میگوید بایستی با کلام مقدس و آنچه که مقدس و از جانب خداست با احترام و ارزش بسیار برخورد کنیم و بدانیم که این کلام مقدس برای افراد ناشایست و کسانی که به کلام خداوند بی حرمتی کرده و تقدس و احترام آن را به جا نمی آورند نیست، و آنچه مقدس و خدایی است برای افرادی است که به آن عج نهاده و با گوش جان و دل آن را شنیده و بر اساس آن زندگی و رفتار می نمایند و با غیرت و احترام با آن روبرو می شوند. در انجیل متی باب 10 آیه 14 و انجیل لوقا باب 9 آیه 5 و همچنین اعمال رسولان باب 13 آیه 51 خداوند از ما می خواهد کلام و خبر خوش را با روی باز و شایسته به گوش دیگران برسانیم، ولی تنها موقعی به رسانیدن پیام خدا ادامه می دهیم که از جانب آنان پاسخ بله و شایسته بشنویم، وگرنه بایستی بی معطلی حتی خاک پای خود را تکانده و از آنها دور شویم. البته این کلام به ما نمی گوید به ایشان بی محبتی و بی احترامی نماییم، بلکه فقط از ما می خواهد که از ادامه رسانیدن کلام به آنانی که گوش شنوا ندارند بپریزیم. ما به محبت و دوستی و احترام و دعای خیش برای آنان ادامه خواهیم داد، زیرا دومین حکم خداوند است که می گوید همسایت را مانند جان خود دوست بدار. و همچنین در انجیل متی باب 13 آیه 58 می‌بینیم خداوند عیسی از معجزه کردن برای آنان خودداری می‌کند و چون بی ایمانی و ناشنوایی ایشان را می‌بیند معجزات چندانی برایشان نمی‌کند، زیرا ناسپاسی و عدم پذیرش آنان را به راحتی می‌بیند و می‌داند که آنها هر چقدر هم که معجزه ببینند درک نخواهند کرد، چنانکه در انجیل متی باب 13 آیات 14 و 15 میگوید پیشگویی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که میگوید پیوسته گوش میدهید ولی نمیفهمید، پیوسته نگاه میکنید ولی نمیبینید، زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است، وگرنه چشمانشان میدید و گوشهایشان می شنید و می فهمید و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید.
رشدی نو، برنامه‌ای برای تولدی نو. واقعاً چقدر پر از برکت هست کلام خداوند، که خداوند واقعاً همیشه برای شفا دادن و برای رحمتش حاضر هست، و این ما هستیم که باید به سوی او بازگردیم و ما هستیم که باید از او بخواهیم تا شفا پیدا کنیم. و در حقیقت وقتی نگاه میکنیم اینجا، خبر خوش رو اول باید ببینیم چی هست که ما وقتی که در کلام خداوند میخونیم و خداوند درباره خبر خوش و انجیل صحبت میکنه، اون چی هست؟ برای چه کسی این خبر خبر خوش هست؟ آیا این خبر برای همگی خبر خوش هست؟ بعضی وقتا بعضی خبرها و اخبار برای تعدادی از افراد و گروهها خبر خوش هست، ولی برای دیگران خبر خوش نیست. شاید این رو در زندگی روزمره خود تجربه کرده باشیم. مثلا یک کسی که واقعا تشنه هست و از شدت تشنگی داره هلاک میشه، در بیابان هست، دیدن یک سراب برای او حتی خبر خوش هست و به سمت اون میدوه و میگه شاید آب باشه. دادن یک لیوان آب به این شخص خبر خوش هست. ولی کسی که تشنه نیست، اگر که براش آب بیاری، براش خبر خوشی نیاوردی شما. اون شخص اگر گرسنه باشه، براش غذا بیاری، خبر خوش برای او غذا هست. پس بستگی داره که انسان خبر خوش رو چی بدونه. انسانی که در هلاکت خودش و در نابودی خودش داره دست و پا میزنه و از این با خبر هست که داره در هلاکت فرو میره و به هلاکت داره پیش میره، خبر خوش نجات براش هست. خبر خوش برای این هست که او رو داریم نجات میدیم. برای کسی که در لب پرتگاه هست و داره پرت میشه داخل دره، خبر خوش این هست که بهش یه تنابی بدیم که خودش رو به اون بگیره و پرت نشه. خبر خوش برای کسی که ترمزش بریده و داره توی سرازیری به سمت دره میره، خبر خوش این است که یهو پاشو بذاره رو پدال ترمز و ترمزش بگیره و ماشین وایسه. خبر خوش برای کسی که فرزندش داره میمیره از بیماری، از اتفاقی، خبر خوش این هست که پزشکش بیاد بگه و شفا یافت، بگه شفا پیدا کرد فرزندتون. این خبر خوش هست. پس وقتی که ما درباره انجیل و خبر خوش داریم صحبت میکنیم، باید ببینیم اون اشخاصی که داریم این خبر رو بهشون میدیم، قبل از اون آیا از هلاکت خود خبر دارن؟ آیا میدونن که دارن به کجا پیش میرن؟ اگر که این رو نفهمن، مسلماً براشون خبر خوش نیست. و اون وقت میشه که خداوند میگه مرواریدها رو پیش اینها نریزید. میگه حتی اگر که نپذیرفتن، خاک پای خود رو هم بتکنید. پس ما خیلی خوبه که این رو هوشیار باشیم که اگر کسانی یا کسی خبر خوش انجیل رو رد کرد و نپذیرفت، اولا براشون باید دعا کنیم و اونها رو بیاد بیاریم در دعاهامون و این رو بدونیم که اونها احتمال زیاد نمیدونن که این خبر خبر خوش هست. اونها برای این که از هلاکتی که در انتظارشون هست، از ذات گناه و از گناهکار بودن خود خبر ندارن. اونها احتمالاً از بخششی که خداوند مشخص کرده و کار خداوند بر روی صلیب و اون فدیه عظیم خداوند خبر ندارن. اونها احتمالاً از نجاتی که خداوند برای اونها مشخص کرده و به رایگان همه گناهان اونها رو میخواد ببخشه، اونها خبر ندارن. و میتونیم درباره خبر نداشتن اونها ساعتها صحبت کنیم که از چه چیزهایی اونها خبر ندارن. اونها از تمام عطایایی که خداوند توسط روح خودش مشخص کرده، تمام عطایا و هدیه هایی که توسط عیسی مسیح به نسل بشر پیشکش کرده، خبر ندارن و اونها نیاز دارن که با خبر بشن و اونها نیاز دارن که بهشون بگیم که چه فلاکت و هلاکتی در انتظارشون هست. باید اونها بدونن که گناه چه
هلاکتی برای انسان به بار میاره. باید اونها بدونن که چه زخمی در وجودشون هست و اون زخم تمام دردهایی که اونها در زندگیشون دارن رو براشون به ارمغان میاره. اونها باید بدونن که زخمهایی رو که در زندگی میخورن هر روز نه به خاطر شرایط پیرامون اونهاست، بلکه اون زخمها نتیجه زخمی هست که در وجود تک تک انسانها با تولدشون به دنیا میاد و اون زخم زخمی هست که دهنش اونچنان باز هست که هر روز با عفونت خودش، با پرورش انواع میکروب‌ها و جرم‌ها در خودش، هر روز زخم‌های دیگر رو به وجود میاره و وجود انسان رو پر از درد میکنه. اونها باید درباره زخم‌های خودشون بدونن، درباره دردهای خودشون بدونن که این نتیجه گناه هست. در حقیقت اون گناه اولیه، گناه‌های ثانویه و همه دردهای انسان و زخم‌های انسان رو شامل میشه و این رو اگر که انسان درک بکنه، واقعاً همجور که اگر ما جایی از بدنمون درد بگیره به پزشک مراجعه میکنیم، اونها هم به سمت تنها پزشک خودشون، تنها معالج خودشون، عیسی مسیح رو میارن. پس این خیلی خوبه که ما فقط اینجوری نباشه که دست مردم انجیل رو بدیم. این خیلی خوبه که این کارو بکنیم، ولی بایستی این رو هم بدونیم که آیا اونها میدونن که این خبر خوش هست یا نه، یا فقط اون رو به عنوان یک کتابی میدونن که بعضی ها اون رو میگن وحی شده و بعضی ها میگن که این اگر وحی هم شده تحریف شده، بعضی ها حرفای دیگری دربارش میزنن، ولی حقیقتاً این رو آیا هوشیار هستن که چرا به این کتاب میگیم انجیل؟ و این خیلی خوبه که دربارش تفکر بکنیم و دعا بکنیم که خود ما به عنوان ایمانداران اول این حقیقت رو بدونیم، عمق حقیقت خبر خوش رو بدونیم که چرا به این میگن خبر خوش و نیاز ما به این خبر چی هست و نیاز ما به این شفا چی هست. تا انسان از درد خود با خبر نشه، مسلماً در پی درمان نخواهد رفت. کسی دنبال درمان میره، دنبال شفا میره که درد رو بدونه، بیماری خود رو بشناسه. پس همه شما عزیزان رو در اینجا به خداوند میسپرم و دعا میکنم که همه ما اول از دردهای خود و زخمهای خود و بیماریهای خود خبردار بشیم، تا بعد بتونیم خبر خوش و انجیل رو به عنوان دوا و درمان این دردها بشناسیم و اون رو به کار بگیریم، شفا پیدا کنیم و بعد بتونیم با دیگران درباره این شفا، درباره این خبر خوش صحبت کنیم. آمین. در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپرم و از شما میخوام که از طریق ایمیل برنامه roshino@ymail.com و همچنین سایت roshino.org و صفحه فیسبوک roshino با ما در تماس باشید، نظرات خود رو و پیشنهادات خود رو برای ما بذارین و ما رو هر روز بنا کنید از نظرات خوب خود. ما رو در دعاهای خود فراموش نکنید، برای ما در دعا باشید که بتونیم هر روز بهتر و بیشتر میوه بیاریم و بتونیم این خبر خوش رو به همه عالم برسونیم، که هیچ فارسی زبانی نباشه در دنیا که این خبر خوش رو و اهمیت این خبر خوش رو نشنیده باشه و ازش بیخبر باشه. پس همه شما عزیزان رو در اینجا به خدا میسپارم و روزگار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید
که او هر روزه تا آخر زمان با ماست. سایت برنامه roshdino.org و همچنین ایمیل برنامه roshdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک roshdino ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید.
بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.